بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، شب بخیر. به مجموعه خبری 21 خوش آمدید. ایرانی ها برای گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلابشان در 1400 شهر و 38 هزار روستا، راهپیمایی 22 بهمن امسال را برگزار خواهند کرد. ایران استوار 44 سال افتخار، شعار محوری راهپیمایی 22 بهمن امسال است. من یک دانش آموز دامغانی هستم و به عشق همین شهدا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم. وظیفه‌مونه که بریم به خاطر ملتمون، به خاطر مردمشون، به خاطر اون شهیدایی که شهید شدن، به خاطر اون کسایی که گمنامن و هنوز به ملتشون باز نگشتن، حتما باید بریم. به عنوان کشاورز روستای فرخ‌آباد دهلران از همه مردم دعوت میکنم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت به عمل بیارن تا انشاءالله جشن پیروزی انقلاب و بعد از 44 سال با شکوه برگزار کنیم و اینکه ما شنبه میایم راه پیمایی و میتره کنیم. به کوری چشم دشمنان در راه پیمایی 22 بهمن با افتخار شرکت منو. سال به سال هرچی اونا فعالیت و تبلیغاتشون بیشتر میشه، حضور مردم الحمدلله پر رنگتر و پر شکوه‌تر میشه. از همه ورزشکاران استان سمنان، ورزشکاران زورخانه دعوت میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن با شکوه شرکت کنند. اتحاد نشون میده، همدلی مردم نشون میده. دعوت میکنم از همه اقشار دانشجویی و دانشگاهی و همه مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور داشته باشند تا یک بار دیگه این روز ملی رو جشن بگیریم. زن ایرانی، مرد ایرانی، دختر ایرانی، پسر ایرانی، همه خواهیم آمد تا بگوییم پشت ولیمان میمانیم و تا خون در رگمان هست از ملت و ایران و ایرانی دفاع خواهیم کرد. یه روزی که ما باید در موردش جشن بگیریم به خاطر تحولی که در زندگی ما، در جامعه ما، در فرد ما اتفاق افتاد. این همه شهید دادیم به خاطر اینکه پرچم پابرجا بمونه. این پرچم مایه سرفرازی جمهوری اسلامی و مایه سربلندی ما هست و انشاءالله روز 22 بهمن با همه دوستان آشنایم و شاگردامون در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت میکنیم. وظیفه هر مسلمان 22 بهمن شرکت بکه. من به عنوان یک دانش آموز ایرانی در راهپیمایی 22 بهمن به عشق سردار سلیمانی و همرزمانش شرکت میکنم. هذه الثوره ثوره الجمهوريه الاسلاميه المباركه واحنا نبارك فيها نحن وعشيرتنا وجميع المحبين. به عشق پرچم سرنگ کشورم، به عشق میهنم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم. بهاری در زمستانی معمای عجیبی بود، به یخبندان بهمن نوبهار فرودین آمد. مبارک باد آن عشق و رهایی و سرافرازی که آن روح خدا هنگام. بزرگداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران. رئیس جمهور در این مراسم غرب را در موضوع هسته‌ای ایران دچار توهم و محاسبه غلط دانست و از آمادگی برای ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها خبر داد. روز برفی تهران، سالن اجلاس سرا، ساعت حوالی 2 بعد از ظهر. همه چیز مهیاست برای برگزاری یک مراسم. مراسم بزرگداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با میهمانانی از 5 قاره جهان، سفرا و نمایندگی سازمان‌های خارجی مقیم تهران،
One of the most important events which took place, and we are here, the diplomatic corps. میهمانانی که از انقلاب اسلامی به یک نقطه عطف در تاریخ ایران یاد می‌کنند. I think one of the most, if not most important, event here in Iran. و پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب را یک الگو می‌دانند. And I really appreciate what is happening in the country, and the people. I mean, the government is doing well. وزیر امور خارجه هم از پیام این مراسم میگوید. حضور سفرهای خارجی در جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی معنای سیاسی خودش رو داره. در ماهای گذشته دشمنان تلاش کردند که به آشوب و اختشاش در ایران دامن بزنند، ولی اونها دریافتند که ایران سرزمین کودتای مخملی نیست. با حضور رئیس جمهور مراسم آغاز می شود. در بخش از این مراسم سفیر ترکمنستان به عنوان قدیمی ترین سفیر مقیم تهران به نمایندگی از دیگر سفرا سخنرانی کرد. از درگاه خداوند متعال تداوم این انقلاب شکوهمند را خواستارم. رئیس جمهور سخنانش را با ابراز همدردی با مردم و دولت ترکیه و سوریه آغاز کرد و بار دیگر آمادگی ایران برای کمک به زلزله زدگان این دو کشور را اعلام کرد. آقای رئیسی در ادامه از پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت و از محاسبه غلط غرب در مواجهه با ایران انتقاد کرد. متأسفانه دولت آمریکا و اخیراً سه کشور اروپایی گرفتار دو مشکل شدند. توهم و محاسبه غلط. ترجیح دادن تا با دخالت در امور داخلی ایران طرح بحث‌های انحرافی را به عنوان راه دیگر برای فرار مجدد از پذیرش مسئولیت در قبال عدم پایبندی به تعهدات خود تجربه کنند. رئیس جمهور بار دیگر از آمادگی ایران برای تداوم مذاکرات رفع تحریم گفت و به غربی‌ها توصیه کرد سیاست‌های شکست خورده گذشته خود را تکرار نکنند. در جریان اختشاشات اخیر آنها با ارائه اطلاعات کاملا نادرست در مورد وضعیت زنان و تحولات داخلی ایران سعی بی حد و حصری را برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی آغاز کردند. این تلاش ها در جهت انحراف افکار عمومی و ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای همچنان ادامه دارد و البته محکوم به شکست است. آقای رئیسی اشاره‌ای هم به موضوع حقوق بشر کرد و از آمادگی ایران برای گفتگو در این باره با هدف رسیدن به درکی مشترک خبر داد. رئیس جمهور از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی هم خواست حقایق و واقعیت‌های جامعه و ملت ایران را به درستی بازتاب دهند. سفیر محترم دولت در ادامه سفرا به صورت جداگانه به حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیدند و 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به آقای رئیسی و ملت ایران تبریک گفتند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما. برگزاری جشن انقلاب در روستاها و 13 منطقه عشایری کشور ادامه دارد. برپایه نمایشگاه صنایع دستی، بازی‌های محلی و پخت انواع غذاهای بومی از برنامه‌های این جشن هاست. منطقه سرابلنیز گساران و اینجا هم جشنواره بزرگ عشایر. عشایر جان‌نثار رهبره. جشن 44 ساله انقلاب رو جشن می‌گیریم. برس دارند و تولید کنندگانی اثرگذار در امنیت ملی. عشایر همیشه وفاداری خودش رو به نظام و انقلاب تمام مراحل به اثبات رسانده. عشایر خودش هم بنیانگذار انقلاب هستن، از انقلاب دفاع میکنن. جشن انقلاب اسلامی ایران است. شهودی کردیم 44 سال قهرمانی داشتیم، خوشحال میکنیم مملکت دیدیم. اینجا جشن تولد انقلاب است. روستای بابرس در 15 کیلومتری شرق قزوین. این دهه فجر برای همگی مبارک باشه.
جشنی به یاد ماندنی در روستاها و مناطق عشایری سیستان و بلوچستان. روستاییان با هنری که داشتند بساط جشن پهن کردند. بسیار جشن با شکوهی برگزار شده. اینا شو واسه مهمونامون پختیم. نان آوردیم سیاه چادر. این نان محلی سنتی بلوچ است. بازی‌های سنتی هم صفای این جشن ها رو چند برابر کرده بود. جشن های دهه فجر زمان مناسبی برای بازخوانی دستاوردهای پیروزی مردم ایران در حوزه های مختلف بی ویژه ورزش است. سلام به انقلاب. پویش ثبت تصاویر راه پیمایی 22 بهمن 1401 در روستاهای ایران. تصاویر راه پیمایی 22 بهمن در روستاهای خود را از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره همراه 0912-148-7169 برای پخش در اخبار سیما بفرستید. منتظر تصاویر. از آغاز عملیات اجرایی طرح اضطراری تأمین آب کرمان از خلیج فارس تا واگذاری 4500 واحد مسکونی و افتتاح خط 2 متروی شیراز در نهمین روز دهه فجر، همچنین ده ها طرح صنعتی، معدنی و خدماتی در سراسر کشور افتتاح شد. امروز دل کویر نقطه شروع افتتاح طرح‌های نهمین روز دهه انقلاب بود. وزیر نیرو که به کرمان سفر کرده بود، عملیات اجرای انتقال آب به شهرهای کرمان و رفسنجان را آغاز کرد. طول این خط 145 کیلومتر است که آب دریای خلیج فارس رو متصل میکنه به شهر کرمان و رفسنجان. ما پیش بینی کردیم در کمتر از یک سال انشالله در سال 1402 بتونیم انشالله با مصوبه‌ای که در سفر ریاست محترم جمهور داشتیم پروژه رو اجرا بکنیم. قرار است آب خلیج فارس به کرمان برسد و نیاز آبی 1 میلیون نفر را برطرف کند. وزیر بهداشت هم برای افتتاح چند تر به مشهد سفر کرد. 8900 در واقع تخت بیمارستانی رو بهره برداری کردیم، تکمیل کردیم و در 79 مرکز درمانی افتتاح انجام گرفت و انشالله تا 2 ماه آینده 7700 تا تخت دیگه هم به اینها اضافه میشه. عین اللهی گفت تا پایان سال 2000 پایگاه بهداشتی آماده تحویل و 500 خانه بهداشت تعمیر و تجهیز میشود. کمی آنسوتر در گلبهار خراسان رضوی کلید 205 واحد با حضور وزیر راه و شهرسازی به صاحبانشان تحویل داده شد. همچنین وزیر راه و شهرسازی از واگذاری 4500 واحد طرح مسکن ملی در سراسر کشور خبر داد. بیش از 1200 واحدش در استان خراسان، حدود 1400 واحدش در استان کرمانشاه، حدود 100 واحد در استان گلستان و در استان خوزستان. امروز سه پایانه مرزی هم مجهز به دستگاه آشکارساز یا همان ایکس ری شد. با عدد امروز 22 دستگاه ایکس ری که در گمرکات کشور فعال هستند، به نحوی که ما بتوانیم از طریق یا ناظرین یا استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی از اتصال تمام وقت این مجموعه در دادکاوی، دادیابی و اون اموری که به هر حال برای حوزه نظارتی گمرک و دستگاه‌های نظارتی کشورهای اهمیت استفاده بکنیم. وزیر کار و رفاه اجتماعی هم که به خراسان جنوبی سفر کرده بود، از سه طرح اقتصادی مینی پالایشگاه تولید هیدروکربن، کارخانه لوازم بهداشتی و 10 طرح گلخانه رونمایی کرد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما. بله، همونطور که در گزارش هم بهش اشاره شد، سه طرح وزارت نیرو شامل افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی زرند، آغاز عملیات اجرایی احداث 620 طرح برق‌رسانی و ابر طرح تامین آب کرمان از خلیج فارس امروز آغاز شد. این طرح با ظرفیت انتقال 1000 لیتر بر ثانیه به میزان 30 میلیون متر مکعب در سال آب خلیج فارس را به کرمان و رفسنجان
انتقال می‌دهد. در این باره گفتگو می‌کنم با وزیر نیرو. آقای مهرابیان، سلام بر شما. لطفاً از جزئیات این طرح برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید. خیلی متشکر. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه بینندگان عزیز خبر سراسری و ایام فرخنده دهه فجر رو خدمت مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب امروز ما از صبح در استان کرمان هستیم. طرحهای قابل توجهی به مرحله بهره‌برداری و افتتاح رسید. دو واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زرند به مرحله بهره‌برداری رسید، همراه با اون تعداد زیادی از طرح‌های برقی و آبی استان به مرحله افتتاح رسید. تعداد قابل توجهی پست، خطوط انتقال، دو خط 400 کیلوولت، دو مداره، طرح‌های هوشمندسازی، توسعه شبکه برق‌رسانی روستایی و شهری از مجموعه طرح‌هایی بود که امروز افتتاح شد. همچنین امروز ما شاهد شروع عملیات اجرایی خط انتقال آب به کرمان از دریا از خلیج فارس بودیم که از خط صنعت انشاب میگیره. 145 کیلومتر خط هستش. دو تا ایستگاه پمپاژ این خط داره و سه واحد در واقع مخزن، دو مخزن 5000 متر مکعبی و یک مخزن 30000 متر مکعبی. با قوت و قدرت این طرح شروع شده، عملیات اجرایی شروع شده. این جزو مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان بود که به حمدالله با پشتیبانی کامل، با تامین اعتبار عملیات اجرایی شروع شده. امیدواریم که در سال 1402 این طرح به بهره برداری برسه و سالانه بیش از 30 میلیون متر مکعب آب رو بتونه برای شهرهای کرمان و رفسنجان تأمین بکنه. البته به زودی انشالله خط انتقال به شهرهای سیرجان و شهرهای شمال کرمان مثل زرند هم تلاش میکنیم که عملیات اجرایی شروع بشه. البته در کنار این طرح‌ها در جیروفت هم یک طرح آبرسانی از سد جیروفت به شهرهای جیروفت و انبرآباد هم که بیش از 2200 میلیارد تومان سرمایه گذاری هست، به طول 75 کیلومتر عملیات اجرایی شروع شد. بله. اینها در واقع طرح‌های بزرگی هستن برای آبرسانی و تأمین آب شرب شهرهای استان کرمان که دارای تنش آبی بودند. خیلی متشکریم از شما آقای مهرابیان، وزیر نیرو. ادامه خبرها. دیدار مردمی رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی. رئیس قوه قضاییه با هدف آسیب شناسی چندین پرونده کثیر الشاکی و صدور دستور برای تسریع در رسیدگی به آنها با 40 تن از شهروندان و مراجعه کنندگان دستگاه قضا دیدار و گفتگو کرد. آقای اجرایی در این دیدار 4 ساعته که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، بر تدابیر دستگاه قضا برای احقاق حقوق مال باختگان و پیشگیری از تشکیل این دست پرونده ها تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این پرونده ها افراد به شخص یا مؤسسه مبالغی را پرداخت کرده و به علت سوء نیت آنها یا ناتوانیشان در اجرای تعهدات دچار مشکل شده اند گفت، قوه قضاییه همواره تاکید کرده است که مردم بدون شناخت کامل و اخذ تضامین لازم پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند. شما با یک کسی یه قرارداد نوشتید، نمیشناسیدش، پول نقد بهش دادید که 20 روز دیگه 16 روز دیگه ماشین به شما بده، هیچ ضمانتی هم ندارید. کی مقصره؟ ده ها بار این مسئله در رسانه ها مطرح شد، تو تلویزیون مطرح شد، تو قوه قضاییه مطرح شد که آقا همینجوری پولتون دست هر کسی ندید. خب شما دوباره اومدید دو تا چک نقد بهش دادید، هیچی هم ندارید الان، چیکار کنیم؟ اون چک مهم هستش اموال شناسایی بشه. اموال شناسایی شده یا نه؟ اگه شناسایی نشه حالا اینا بازداشت باشن، 10 سال هم محکوم بشن، پولی نمیشه برای مردم. مهم شناسایی امواله. حالا در هر صورت من پیگیری می‌کنم.
رئیس قوه قضاییه به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌های قضایی با حضور در زندان‌ها پرونده متهمان و محکومان را بررسی کنند. بر این اساس بررسی پرونده زندانیان زن هم در دستور کار قرار دارد و تاکنون تعدادی از آنها مشمول آزادی و تخفیف مجازات قرار گرفتند. شادی زندانیان ندامتگاه زنان تهران از آزادی همبندی چشم. زندانیانی که مشمول عفو رهبری شدند. این روزا اخبار خیلی خوبی تو زندان به گوشمون میرسه. بعد از 3 سال آزاد شدم، اصلا باورم نمیشه. حکایت مادری که بعد از 3 سال به آرزوش رسید. 3 تا بچه پیسر پر هستم، به خاطر بچه هم دارم گریه میکنم. 3 سال بچه همو ندیدم. سجده شکر برای نعمت آزادی. رهبر من خدا واسم اون نگه دار، بق خانم فاطمه زهرا. اما در میان شادی زندانیان اشک و انتظار هم دیدم برای آزادی. انشاءالله اسامی بیشتری میاد و اینی که شاهد آزادی همه شما عزیزان باشید. البته خانواده های هم منتظر بودند تا پس از مدت ها دیداری تازه کنند با آنکه در بند بوده. منتظر همسرم هستم، خیلی خوشحالم میخواد بیاد، یعنی واقعا خیلی اذیت شدیم توی این مدت. چند وقت بود اینجا بودن؟ الان یه ماه اینجا منتظر عفوش بودم، تو پوست خودم نمی کنجم. منتظر کی هستی؟ یکی از دوستای صمیمی. سر همین اعتراض ها و شورش ها و اینا اینجا بودم. الان چه حسی داری؟ اولین چیزی که بخوای بهش بگی بعد از اینکه این در میاد بیرون چی میخوای بهش بگی؟ بهش میگم آزادیت مبارک. با اعلام عفو عمومی و گسترده رهبری، قضات دادگستری های سراسر کشور مکلف شدند پرونده زندانیان را برای اعطای آزادی و استفاده از ارفاقات قانونی بررسی کنند. تا امروز بیش از 100 نفر از زندانیان زن از زندان های سراسر کشور آزاد شدند. آزادی هایی که همچنان ادامه داره. ملیحه پشمان، خبرگزاری صدا و سیم. امروز در 20 روز بهمن در مناطقی از غرب، شمال، شمال شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز برف یا باران بارید. بارش‌ها در استان‌های شمال کشور بیشتر به صورت باران بود، به طوری که شهرستان‌های گیلان به ویژه املش در شبانه روز گذشته پربارش‌ترین مناطق کشور بودند. استان‌های مازندران، کردستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و لرستان هم بارش‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. به جز سواحل خزر در بیشتر مناطق کشور از جمله تهران امروز برف بارید. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارش‌های 5 ماه گذشته فقط 40% آب سال زراعی را تأمین کرده است. این سازمان پیش بینی کرده در روز جمعه استان‌های شمال و شمال شرق کشور علاوه بر بارش‌های پراکنده با کاهش دما هم مواجه خواهند شد. امیدوارم که ادامه دار باشه تا 2 متر برسه، چون زراعت‌های ما همه خوش بیه. خیلی خوشحالم. آدم که برفو میبینه یاد بچگیاش میفته. برفیه، برف هم نعمت خداست که باریده و به شهر لاهیجان اومده. برای حیوانم دارم غذا میریزم، این کار هر روزمونه. به نام خدا، سلام بر شما. خب یکی از 20 بهمن‌های پرپدیده رو از جهت جوی تو خیلی از جای امروز تجربهش کردیم. شدت رگبار گاهی در شهر میرزاد، گاهی در عراق، مشهد و رینه مازندران گاهی بسیار قابل توجه و مخابره شد. و همطور که توقع داشتیم امروز به شکل ملموسی هوا سرد شد. سردترین ایستگاه ما دیزین با حداقل دمای 15 درجه زیر صفر بود. خوی کمترین دماش منفی 4 درجه شد. مطابق با الگوی نقشا و خروجی مدل‌ها، روند کاهش دما در نیمه غربی کشور از جمله در تهران و خوی تا بامداد شنبه و در نیمه شرقی تا صبح یک شنبه ادامه خواهد داشت. در ادامه امشب یعنی پنجشنبه بارش‌های برف و باران در گیلان، مازندران، گلستان، دیگه تهران، دیگه استان سمنان، همچنین خراسان شمالی، رضوی، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، البرز، قزوین، زنجان، قم مرکزی
و نیمه شمالی استان اصفهان، همچنین نیمه شرقی استان لرستان تداوم خواهد داشت. این در حالیه که پیش از ظهر فردا جمعه ریزش‌ها غالبا به شرق مازندران، به استان گلستان، خراسان شمالی، رضوی، بخش‌های شمالی خراسان جنوبی، استان سمنان، ارتفاع در بخش‌هایی از تهران، البرز و قزوین محدود و از بعد از ظهر جمعه با مزمل شدن ابرها بارش‌ها قطع می‌شن. شنبه به طور نسبی از جهت بارندگی روز آرومی پیش روی ماست. این در حالیه که از یک شنبه صبح موج نوعی از بارش از سمت غرب آغاز میشه که خیلی سریع استانهای واقع در نیمه غربی و همطور نیمه شمالی کشور باز دوباره روز یک شنبه درگیر شرایط برفی بارونی میشه. جزئیاتش ترجیحاً شب‌های بعد. فقط در انتها با خبر باشین، هم دریای خزر و هم خلیج فارس آبها در حد هشدار در سطح رنگ نارنجی طی 48 ساعت آتی مواج است. لطفاً طی این مدت صید و صیادی با محدودیت انجام بشه و تفریحات دریایی از جمله غواصی تعطیل بشه. تا فردا شب. ادامه امداد رسانی نیروهای هلال احمر ایران به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه. در پی زلزله 7 و 8 ریشتری در این کشورها، هلال احمر ایران برای امداد رسانی به زلزله زده ها یک گروه امداد و نجات به سوریه و دو گروه به ترکیه اعزام کرد. طی این چند روزی که متاسفانه شاهد زلزله ترکیه بودیم، جمعیت هلال احمر با ظرفیت 6 تیم عملیاتی جستجو نجات و 3 تیم درمان و 1 تیم آنست در منطقه اصلاحیه جهت ارائه خدمات جستجو نجات تو منطقه حضور داشتن که طی این جستجو نجات حدود 10 نفر از جانباختگان کشف و تحویل خانواده هاشون شد و 3 نفر هم از شهروندان ترکی به طور زنده جستجو و تحویل خانوادهشون گردید. تونستیم حالا دیروز یه دونه حالا بچه نزدیک 12 ساله رو به صورت زنده از زیر آوار یه ساختمون 5 طبقه زنده بیرون بیاریم. حالا تا الان که اینجا هستیم تونستیم نزدیک حالا 3 تا ساختمون رو تجسس کنیم که حالا چند تا فوتی هم تونستیم از زیر آوار بیرون بیاریم. تمام تلاشمون هست تا حالا تو مدتی که توی کشور ترکیه هستیم عنوان نماینده جمعیت هلال احمر ایران کارمون رو به صورت حالا بحث تجسس و نجات انجام بدیم. خادمان حرم رضوی هم که برای برپایی موکب پذیرایی در ایام رحلت حضرت زینب سلام الله علیها عازم سوریه شده بودند، پس از وقوع زلزله در این کشور برای کمک رسانی به مردم راهی شهر حلب شدند. در 3 روز گذشته روزانه 10,000 وعده غذایی به همت خادمان امام رضا آماده و میان زلزله زدگان توزیع شده است. نبود ماشین‌آلات سنگین در ترکیه عملیات امداد و نجات و آواربرداری را با مشکل روبرو کرده است. مردم برای نجات خانواده‌های خود التماس می‌کنند. آنها شاهد مرگ عزیزان خود زیر آوارهای سنگین هستند. گزارش خبرنگار فاکس نیوز ترکیه را با هم می‌بینیم. آیا صدای ما رو میشنوید؟ یه علامت بدید. چاره‌سیزی کچنده یالواریور ایلیلر. خانواده ها در شرایطی که چاره نداره التماس میکنند. برخی میخواهند که فرزندانشان و پدر و مادر یا همسرشان نجات پیدا کنند. خاتای به شدت تخریب شده است و همه برای نجات تلاش وافری انجام میدهند. اما بناهای بسیار زیادی وجود دارد که هنوز به آنها دسترسی پیدا نکردند. تصاویر هوایی آشکارا وضعیت وخیم، فلاکت و تخریب را نشان میدهد. گردنوس کوریدوردی که بناهای تمام اغرا سرله. همه بناها به شدت خسارت دیدند. ممکن است به علت پس لرزه ها فرو بریزند. İşte şu anda tam Hatay'ın göbeğine اینجا سرپل در مرکز خاتای است. در مناطق دورتر همه بناها تخریب شدند. اینجا قلب خاتای است. هر گلم بو انقاز هر کسی که میاد به آوار نگاه میکنه عقب نشینی میکنه. هیچ گونه ابزار و ماشین‌آلاتی وجود نداره. منتظر فامیل خود هستید؟ منتظر نجات عموم هستم. 4 نفر زیر آوار هستن. هیچ کس نتونست اونها رو خارج کنه. یه دختر 7 ساله هم با اونا زیر آواره. افراد زیر آوار را پیدا کردن
و با آنها گفتگو میکنند و منتظر آمدن نیروهای امدادی هستند. بلوکلارن güçlendirilmiş. باید جک‌های قدرتمند و ابزارالات به کار بگیریم تا به زیر آوارها برسیم. من از دیروز در این منطقه هستم. در زیر این آوار 6 نفر هستند که صدای 4 نفر اونها رو شنیدم. پیام برای دریافت کمک ارسال کردیم. صدها ساختمان همین وضعیت رو دارن. به تلاش خود ادامه میدیم. انشالله آنها را نجات خواهیم داد. Bir başka enkazın başında benzer acı. در کنار آوار یک درد و اندوه دیگر. به دلیل نبود ماشین‌آلات و تجهیزات، مادری به خاطر اینکه دختر و نوه 3 ساله‌اش نجات پیدا نکردند، با اندوه و درد فراوان میگوید: من kızımın sesini duydum. صدای دخترم رو شنیدم و گفتم: عزیز مادر، من اینجا هستم، اما 3 روزه که زیر آوار مونده است. اگه نفسی هم داشت به پایان رسیده. فرزندم در اونجا مونده و زیر بتون خوابیده. لطفاً به خاطر خدا تجهیزات رو بفرستید و انسان‌های زیادی زیر آوار هستن. ما زنده و یا مرده اونها رو می‌خوایم. خب در چهارمین روز وقوع زلزله ترکیه شماری از شهروندان بعد از 75 ساعت زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از زلزله زدگان گفتند تنها گروه‌های امدادی دولتی حق فعالیت دارند و آنها نمی‌توانند برای نجات بستگانشان وارد عمل شوند. ارتباط ما با حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما که در مناطق زلزله زده ترکیه مستقر برقرار شده. آقای کاملی سلام بر شما. درباره آخرین اخبار امدادرسانی و تلفات زلزله برای ما بگید لطفا. سلام عرض ادب محترم سرکار عالی و بینندگان محترم. من همچنان در شهر زلزله زده قهرمان ماراش کانون زلزله 7 و 8 ریشتری روز دوشنبه جنوب ترکیه هستم. ابعاد گسترده تلفات جانی این زمین لرزه همچنان ادامه دارد و تا این لحظه 16,546 جان باخته و بیش از 66,000 مصدوم بر جای گذاشته. تفاوت عمده این زمین لرزه با زمین لرزه های بزرگ سالهای گذشته در ترکیه گستردگی جغرافیایی و تحت تأثیر قرار دادن همزمان 10 استان این کشوره که همین موضوع موجب کندی امدادرسانی همراه با برودت هوا در بیشتر مناطق زلزله زده است. بخشایی از شهری که ما حضور داریم برق و گاز قطع هستش و ارتباطات مخابراتی از طریق شبکه و شبکه‌های مجازی با اختلال مواجه هست. امروز رئیس جمهور ترکیه هم برای بازدید میدانی به مناطق زلزله زده آمد و اعلام کرد که بر اثر این زلزله بیش از 6,000 ساختمان مسکونی، اداری و خدماتی به طور کامل تخریب شده. تقریبا میشه گفت 100% ساختمان‌های مناطق زلزله زده خالی از سکنه شده و مردم بیرون از خانه‌ها در چادرها، فضای باز و اتومبیل‌های شخصی اوقات خود را سپری می‌کنند. بله آقای کاملی، شما عرض کنم. بله. آیا شهروندان ایرانی هم میان قربانیان زلزله ترکیه وجود داره؟ متاسفانه امروز با خبر شدیم که دو تن از هموطنان ما که ورزشکار هم هستند در شهر مالاتیا در زیر آوار که گرفتار بودن چند روز گذشته متاسفانه جان باختن. تا این حد ما خبردار هستیم. نکته آخر هم عرض کنم که همکنون ترکیه در حالت شرایط بحرانی قرار داده و تعطیلی برخی مراکز دولتی و غیر دولتی از جمله مدارس 81 استان این کشور تا 10 روز دیگر تمدید شده است. بله آقای کاملی، یه سوال ازتون دارم. مسئولان ترکیه گفتن که در 4 روز گذشته بیش از 1,100 پس‌لرزه اتفاق افتاده. این پس‌لرزه‌ها چه مشکلاتی رو در امداد رسانی ایجاد کرده؟ برخی از این پس‌لرزه‌ها بیشترشون خفیف بوده، ولی در میان این پس‌لرزه‌ها زلزله‌های بالای 5 ریشتر هم بوده. چند موردش من خودم اینجا در مناطق زلزله زده تجربه کردم. بله. مهمترین موضوع اینه که به خاطر این پس‌لرزه‌ها و ساختمان‌هایی که شاید بشه گفت 90% ساختمان‌هایی که بر اثر اون زلزله قوی آسیب دیدن ترک برداشتن، یعنی کسی جرأت نداره زیر یه سقف باشه. به خاطر همین موضوع
ترس و وحشت در بین این مردم این ایجاد شده. خیلی متشکریم. آقای کاملی خبرنگارمون از ترکیه. اما به سوریه میریم. عملیات امداد و نجات در سوریه در پی وقوع زمین لرزه مهیب در این کشور ادامه دارد. بر اثر این زمین لرزه هزاران نفر در سوریه جان خود را از دست داده یا بی خانمان شدند. گزارش خبرنگار پرس تیوی رو با هم میبینیم. In Syria, destruction has become a familiar scene for the people. در سوریه ویرانی ها به صحنه های آشنا برای مردم تبدیل شده است. زمین لرزه 7.8 ریشتری که ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، همچنان در حال گرفتن جان افراد بیشتری است. زیرا افراد زیادی در شهرهای حلب و لازقیه همچنان در زیر آوار هستند. به دلیل فرو ریختن ساختمان های مسکونی، هزاران نفر جان خود را از دست داده یا بی خانمان شدند. ایران، روسیه و امارات عربی متحده از جمله نخستین کشورهای هستند که کمک‌های بشردوستانه فوری برای سوریه ارسال کردند. تعداد افراد بی خانمان ناشی از زمین لرزه به 300 هزار نفر رسیده است. ما 180 پناهگاه را ایجاد کردیم. سرمای هوا هم سبب دشوارتر شدن شرایط شده است. امیدواریم کشورهای دیگر بتونن کمک‌های لازم رو در زمینه امداد و نجات به ما ارائه کنن. مخلوف was speaking in a press conference in Damascus. این سخنان را در یک نشست خبری در دمشق بیان کرد. او از کشورهای ارائه کننده کمک قدردانی کرد. وی همچنین از آمریکا و دیگر کشورهای غربی به دلیل عدم لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه سوریه در این دوره به شدت دشوار و بحرانی انتقاد کرد. تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه سوریه سبب محرومیت این کشور از داشتن تجهیزات لازم همانند دارو، مواد غذایی و سوخت در چنین شرایطی شده است. مشکلات ما یا ناشی از تروریسم است یا ناشی از تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهایی است که از تروریسم در سوریه حمایت می‌کنند. The war on Syria has severely damaged the country's critical. جنگ در سوریه سبب آسیب دیدن شدید زیرساخت‌ها در این کشور از جمله 15,000 خودرو سنگین شده است. تحریم‌ها سبب شده سوریه نتواند این خودروها را با خودروهای جدید جایگزین کند. به دلیل تحریم‌ها این کشور حتی نمی‌تواند مواد غذایی یا دارو وارد کند. کمبود سوخت ناشی از اشغال میدان‌های نفتی توسط آمریکا و همچنین قطع برق سبب ایجاد چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای دولت سوریه شده است. این بار این فاجعه ارتباطی با جنگ ندارد، اما سبب ایجاد ویرانی‌های زیادی شده است. شهروندان سوری از آمریکا و متحدان غربیش می‌خواهند به سیاسی کردن مسائل بشردوستانه پایان دهند. سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است مسائل سیاسی را در کمک به زلزله زدگان سوریه دخالت ندهند. این اظهارات پس از انتقاداتی مطرح شده که برخی کشورهای غربی با تحریم سوریه موانعی را در کمک رسانی ایجاد کردند. عملیات امداد و نجات در 4 استان زلزله زده سوریه همچنان ادامه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر ارتباط ما با خبرنگار صدا و سیما که در مناطق زلزله زده شمال سوریه مستقر برقرار شده. آقای هلالی سلام بر شما. چه آمار و اطلاعات جدیدی درباره زلزله منتشر شده؟ وضع امداد رسانی چطوره؟ در مورد کمک‌های امدادی ایران هم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. در خصوص سوالی که فرمودین، آخرین آماری که اعلام شده میزان تلفات این زلزله مرگبار به 8600 نفر رسید، اعم از فوتی و همینطور مصدوم. تنها آمار 3300 نفر برای فوتی ها اعلام شده و حدود 5000 نفر هم مصدومین در این زلزله هستش. البته الان 3 روز از زلزله میگذره، عملیات امداد و نجات هم آغاز شده که ظاهرا طبق گفته سرگروه امدادگیران ایرانی امشب این عملیات به پایان میرسه و از فردا صبح عملیات میکانیکی برای آواربرداری شروع میشه. آقای هلالی، با توجه به این که ممکنه ما شاهد افزایش آمار داشت، ولی روی دیگر این مسئله خدمات سوریه این هستش که خدمات رسانی به زلزله زدگان در سوریه است. الان ما در شهر حلب هستیم، آمارهای مخوفی وجود داره. گفته میشه 400,000
نفر بی خانمان شدن و مجبورن در مراکز اسکان موقتی اسکان داده بشن. همین یکی از این مراکز ما الان هستیم و لذا مسئله عدم ارسال کمک های انسان دوستانه از سوی کشورهای غربی و اینکه نقش تماشاچی نسبت به این زلزله گرفتن واقعا در سوریه مورد محکومیت و سرزنش مردم قرار داره. ما به عنوان خبرنگار ایرانی وقتی که میریم و در خیابونها یا میخواییم برنامه یا آواربرداری رو پوشش بدیم با واژه شکران ایران مواجه میشیم، در صورتی که همه اونها خشمگینن از غرب که در این زمینه مسائل سیاسی را از مسائل انسانی جدا نکردن. بله خیلی ممنون از شما آقای هلالی. ممنون از شما آقای هلالی، خبرنگارمون از سوریه. بیش از 100 نماینده کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین قطعنامه ای صادر کردند. در این قطعنامه که در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان صادر شد، 165 نماینده از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بار دیگر با طرح ادعای نقض حقوق بشر در ایران، حمایت خود را از عوامل اغتشاشات پاییز گذشته در ایران اعلام کردند. سال 1397 فرانسه گرد همایی به اسم اعضای گروه تروریستی منافقین. انقلاب سال 57 آیت الله خمینی تا 49 سالش دوام پیدا نخواهد کرد. در مسیر همین آرزو بامداد پنجشنبه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا یک قطعنامه ضد ایرانی تصویب کرده. هدف قطعنامه تغییر حکومت در ایران و یکی از روش‌ها حمایت از گروه تروریستی منافقین که برای آینده ایران طرحی حدوداً 10 خطی نوشتند. حمایت سیاستمداران آمریکایی از گروه تروریستی منافقین سابقه ای تقریباً 40 ساله دارد. بخشی از این حمایت به صورت پنهانی است و از یک جایی به بعد علنی می‌شود. یکی از قدیمی ترین مستندات از تصاویر دیدار خصوصی مسعود رجوی سرکرده این گروه با یک ژنرال عراقی است. وقتی از اطلاع کامل آمریکا و فرانسه از طرح‌های خرابکارانه و تروریستی این گروهک در دهه 60 صحبت می‌کند. لم يكن يطلق أحد علينا صفة الأرحاب والأرحابي. و یکی از مصداق‌های حمایت علنی مربوط به سال 91 است که با هدایت هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا اسم این گروه از فهرست آمریکا از گروه‌های تروریستی خارج شده. اسم مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی بود. هیلاری کلینتون اسم این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. اسم هیلاری کلینتون یک جای دیگر هم به عنوان بنیانگذار یک اقدام می‌آید، آنجا که از ایجاد گروه‌های تروریستی مثل داعش نام می‌برد. مشابهتی که می‌تواند نشان دهد یک وحدت رویه در رفتار آمریکایی‌ها وجود دارد، اینکه از تروریست‌ها برای ضربه زدن به ایران و ایرانی استفاده کنند. فاجعه بزرگ آدم سوزی منافقین در اتوبوس شیراز بود. جنایتی که حتی روی فاشیست ها و نازی های آلمان رم سفید کرد. و این بار در سال 2023 میلادی هم باز گزینهشان همان گروهی است که مستندات نشان می‌دهد دست کم 17,000 ایرانی را با روش های شبیه داعش کشتند. بزن بکش تا راه مبارزه باز شه. انفجار دومی شدیدتر بود و دم یه خانمی افتاده پاشو و اصلا خیلی ناجور بود و یه بچه‌م جفت پاش قطع شده بود. و این حمایت به دولت و حزب خاصی در آمریکا محدود نمی‌شود. انتقال کامل 280 عضو بازمانده گروه مجاهدین خلق به آلبانی یک دستاورد حقوق بشری بود. و انواع حمایت ها را در بر می گیرد. شخصا پول و طلا را از عربستان به عراق برای حمایت از سازمان مجاهدین خلق منتقل کردم. بامداد پنجشنبه اعضای کمیته روابط خارجی آمریکا با رأی به یک قطعنامه ضد ایرانی در مسیر همان آرزوی گام برداشتند که سناتورها و مقامات آمریکایی پیش از آنها برای ده ها سال با آن چشم داشتند.
سناتور مککین در بیانیه خود به نتیجه موفقیت‌آمیز تعهدی اشاره کرد که آمریکا 13 سال پیش برای تامین ایمنی مجاهدین مستقر در کمپ اشرف سپرده. تاریخ‌های تعیین شده آنها به سر رسید. پیش از سال 2019 ما این کنفرانس را در تهران جشن می‌گیریم. اما آن آرزو به سرمنزل مقصود نرسید. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 9 شرکت ایرانی و خارجی اعمال کرد. بنابر ادعای آمریکا این شرکت‌ها در تولید، فروش و ارسال محصولات پتروشیمی و نفت ایران به خریداران در آسیا همکاری دارند. شرکت‌های خارجی که به علت همکاری با ایران تحریم شده‌اند در مالزی و سنگاپور فعالیت می‌کنند. معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران در 16 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ایران. این نمایشگاه تا فردا 21 بهمن ماه ساعت 17 در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است. استان‌های مختلف در اینجا نمایشگاه گردشگری دور هم جمع شدند تا جاذبه‌های گردشگری شهر و استانشون رو به مردم معرفی کنند که مقصدشون رو مشخص بکنند. استان‌های جنوبی کشور محوریتشون رو گردشگری دریایی معرفی می‌کنند، مثل چابهار و بوشهر. سواحل خاص و بی‌نظیری داره که در کل سواحل ایران بی‌نظیره، از نوع سواحلش کوههای مریخیش. برخی شهرستان‌ها هم با موسیقی محلیشون به دنبال جذب گردشگر هستند، مثل تربت جام. مقام‌های اول دنیا رو کسب کرده در بحث موسیقی آیینی و مقامی. خراسان رضوی به عنوان قطب گردشگری زیارت تسهیلات ویژه‌ای رو در این نمایشگاه برای زائران در نظر گرفته. در مدت نمایشگاه یه فضای با هماهنگی آستان و قدس درست کردیم. زائر شهر رضوی میتونن ثبت نام کنن 10 شب و برای ماه مبارک رمضان هر نفر شب اقامت 35000 تومان رزرو. عشایر هم با معرفی اطلس جامع عشایری تورهای متنوعی رو برای گردشگران در نظر گرفتن. قرار تمام استانها عشایرشون معرفی بشه و پکیج تورشون هم که میتونه روزانه باشه، شبمانی و کوچ به چند روز طول میکشه معرفی بشه. برای خود عشایر هم یه کمک اقتصادی از هزینه بشه برای اقتصاد عشایر که اونا به زندگی بومی خودشون ادامه بدن. خونه های بومگردی که خود مردم شهر میزبانشون هستن از جاذبه های گردشگری بسیاری از شهرهاست. مردم خونه هاشون رو مرمت کردن به کمک میراث و اونو تبدیل کردن به خانه های بومگردی. غذاهای محلی میخورن، در واقع نون محلی، هر چیزی که خود مردم میخورن تقدیم مهموناشون میکنن. برخی شهرها هم به دنبال معرفی جاذبه هایی از شهرشون هستن که کمتر بهشون پرداخته شده. خیلی از افراد فکر میکنن فقط کاشان صرفا فصل گلابگیری باید بیان کاشان، در حالی که ما کویر را داریم، کویر مرنجاب، کویر چاله سنبک را داریم و استقبال خیلی زیادی در این مدت از کاشان شده، خصوصا خانه هایی که به صورت اقامتگاه های سنتی هستند. یزد با وجود اینکه یکی از قطب های گردشگری کشوره، اما مسیرهای تازه ای رو برای گردشگران در نظر گرفته. در نظر داریم که بحث گردشگری معدنی، گردشگری طلا، گردشگری ورزشی انشاءالله ترویج بکنیم که اینا میتونه کمک بکنه به افزایش ماندگاری گردشگر در شهری است. اگر میخواهید از ظرفیت‌های گردشگری بقیه استان‌ها مطلع بشید، تا 21 بهمن میتونید به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مراجعه کنید. رازیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما. جشنواره فیلم فجر حال و هوای حوادث و اتفاقات دهه 60 گرفت. از عملیات مرساد تا مسیح کردستان به فیلم تبدیل شدند و به روی پرده رفتند. تا پایان این رویداد سینمایی 2 روز دیگر باقی ماند. سلام. از کرمانشاه تا کردستان، حال و هوای 2 روز سینمای اهالی رسانه در پردیس ملت تهران. بچون سربازی او تصدیقت راحت بگیر خود خلاص. در آخرین نوبت نمایش 8 روز جشنواره فیلم فجر در سینمای اهالی رسانه فیلمی روی پرده رفت که با استقبال قابل توجهی همراه شد. فیلم اتاقک گلی به کارگردانی محمد عسکری با پرداختن به جنایات منافقین در دهه 60 کشور نمایش داده شد. تلاش میکنه اهالی روستا رو نجات بده و در از عشقش و خانوادش رو. وقتی میبینه موفق نمیشه یه رنگ دیگه ای پیدا میکنه کاراکتر.
حالا تلاش میکنه که یه وحدتی رو اتحادی رو ایجاد بکنه. بچه این تابلو رو میبینی؟ تهیه کننده اتاقک گلی از عزمی که برای ساخت این فیلم داشت و به درهای بسته میخورد گفت. تابلو رو میذاشتم داخل یه ساک. این کیف های نیکی تو میاد، یه کیف کوچیک داشت دستش میگیره. این کیف داوده. من با این تابلو 4 ماه تو این نهادها چرخیدم. آخر سر دیگه داشتم ناامید میشدم. این آجلی فریدونی یه دقیقه بلند شد. آجلی جانباز 70% هستم به افتخارشون. یه روز رفتم پیشش گفت چیه داوود؟ با همین بودم. بغض گرفت، گفتم هیچ کس کمکم نمیکنه. اولین حضورش مشارکت رو گرفتیم و امروز شاهد این هستیم که شما ابراز رضایت دید. خیلی متشکرم. در نهمین روز جشنواره هم شهید بروجردی به روی پرده رفت در فیلم غریب. بلدم بجنگم، ولی اول باید بدونم با کی می جنگم، برای چی می جنگم. غریب به کارگردانی محمد حسین لطیفی به گوشه ی زندگی شهید محمد بروجردی معروف مسیح کردستان در سالهای اوایل انقلاب و فعالیت گروه‌های تجزیه طلب در غرب کشور پرداخته. احساس نزدیکی زیادی به شخصیت ایشون در خودم بود. کارگردان غریب در حاشیه نمایش این فیلم رفتار برخی همصنفانش رو نقد کرد. من واقعیتش این که دوستان میگن رو متوجه نمیشم. دلیلش هم اینه که من اساساً سعی میکنم که سیاسی برخورد نکنم با هنر. هنر هنره، سیاست سیاسته. الانم مصالح صنفه، یعنی جماعت عوامل پشت صحنه 5000 نفری که اگر قرار باشه این گونه عمل بکنیم سال آینده بچه‌های ما دچار مضیقه‌های بسیار زیادی خواهند بود. جمعه شب اسامی نامزدهای بخش سودای سیمرغ اعلام میشه. 22 بهمن هم اختتامی است.